سال تعلیمی 1401 در ولایت کندز با نواختن زنگ مکتب رسماً آغاز یافت. مولوی غلام رسول حقانی آمر تعلیمات اسلامی ریاست معارف ولایت کندز پیام وزارت معارف را که به مناسبت بازگشایی مکاتب به این ولایت مواصلت ورزیده بود به خوانش گرفته، از همه والدین خواست تا فرزندان خیش را سر از امروز غرض تداوم دروس به مکاتب بفرستند تا با زیور علم و دانش آراسته شوند. از سوی هم مولوی محمد اسماعیل ابو احمد رئیس معارف کندز در این مراسم صحبت کرده افزود که امارت اسلامی تلاش می کند تا اولاد این سرزمین با زیور علوم اسلامی آراسته شده و در آینده مصدر خدمت واقعی به مردم و کشورشان شوند. لحمون منبع انشالله دا کوشش کوو او تاسو ته وعده درکوو چې د تعلیم په بخش کې د کیفیت په بخش کې به انشاءالله تعالی موږ ډېر کوشش کوو چې باید مونږ یو با کیفیت شاګرد کله دولسم نه وي او کله څوارلسم نه وي فارغ وي. باید مونږ د مسلمانانو د بچیانو په تربیه کې د دوی په تعلیم کې خپل مسؤلیت مفتی سراج الدین خطیب مسجد حاجی سنگی ولایت کندز نیز در این مراسم گفت که معلم در دین مبین اسلام از جایگاه خاص و اهمیت ویژه برخوردارند، زیرا معلم کسی است که خود می سوزد و دیگران را می سازند. وای از تمام معلمین خواست که فرزندان این سرزمین را در چوکات شریعت اسلامی آموزش و پرورش داده تا در دنیا و آخرت ثواب کمایی نماید. ارزش را که برای شما دین قائل شدن در هیچ دینی چون ارزش را که دین و اسلام برای معلم قائل شده دیگر ادیان قائل نشده. لیکن نکته را در اخیر میگوید معلم الناس الخیر که به فرزندان ما و نسل نوین ما خیر را بیاموزاند. در رأس خیر دین هست، عقیده درست و اسلامی، حفظ نسل، حفظ مال و جان، همه نشأت از اینجا میگیرد. خدای ناخواسته اگر سنگ تهداب ما درست گذاشته نشد، کج گذاشته شد، باز تا آخر کج میرود. در این محفل تیم ترانه لیسه عالی شیرخان و لیسه خصوصی لمر که به منظور آغاز مکاتب تهیه نموده بودند به خوانش گرفته شد و زنگ آغاز مکاتب سال 1401 تعلیمی در کندز نیز از سوی اشتراک کنندگان نواخته شد. میرویس امیری، تلویزیون اورانوس، کندز.